به نام خدا سلام من مسعود دهنوی هستم با آموزش اقتصاد خرد سه در خدمتون هستم در این بخش درباره اقتصاد رفاه بحث میشه اینکه رفاه چه مفهومی داره اقتصاد رفاه به چه موضوعاتی پردازه تامین رفاه با چه نهاد یا سازمانهایی هستش منظورمون از دولت رفاه چیه و در نهایت اینکه اقتصاد خرد چطور مسئله رفاه رو مورد بررسی و واکاوی قرار میده خوبه که در ابتدا از معنی و مفهوم رفاه شروع بکنیم اینکه رفاه چه مفهومی داره اگر در جامعه‌ای یک سطح حداقلی از تندرستی و حمایت از مردم ایجاد بشه به طوری که همه شهروندان حس بکنن که از اونها حمایت میشه و در تامین نیازها و کالاهای اساسیشون مشکلی ندارن ما میگیم که رفاه ایجاد شده بنابراین تامین سطحی از تندرستی و حمایت اجتماعی برای همه شهروندان مفهومی هستش که برای رفاه مطرح میشه مفهوم عام رفاه اما رفاه یک مفهوم خاصتر هم در اقتصاد داره که منظورمون از رفاه در اقتصاد مجموع شرایطی هستش که کیفیت زندگی افراد رو بالاتر ببره شرایط زندگیشون رو بهبود بده در افراد یه حس خوبی ایجاد بکنه وقتی این شرایط ایجاد بشه میگیم که از منظر اقتصادی هم رفاه ایجاد شده تامین رفاه به عهده چه کسانی هستش ما میتونیم کشورها رو به دو دسته توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم کنیم کشورهای توسعه یافته کشورهایی هستن که طی 3 4 دهه اخیر سرعت پیشرفتشون بیشتر از سایر کشورها بوده وقتی این کشورها رو مطالعه میکنیم میبینیم که در اکثر کشورهای توسعه یافته تامین رفاه به شکل ترکیبی بوده ترکیبی که بخشی از اون رو خود مردم انجام میدادند، گروه های تشکیل میدادن و از اخشار آسیب پذیر حمایت میکردن و بخشی از اون رو سازمان ها و نهادهای دیگه اگر ما بخوایم این گروه ها رو فهرست بکنیم میتونیم به سازمان های دولتی اشاره بکنیم که خب وظیفه حاکمیتی هر دولتی تأمین رفاه هستش و مورد بعدی سازمان های خصوصی هستن که میان بخشی از حمایت های خودشون رو در حوزه های اجتماعی و اقتصادی به کار میبرند. گروه های مذهبی هم با انگیزه های دینی میان اقشار آسیب رو در حوالی خودشون پیدا کنند و سعی می کنن که حمایت هایی رو از اونها داشته باشن در نهایت مؤسسه های خیری همونطور که از اسمشون مشخصه با اهداف نیکوکاری و خیرخواهانه اقشار آسیب رو جامعه رو شناسایی میکنن نیازهای اونها رو پیدا میکنن و سعی میکنند که این نیازها رو به نحو احسن بکنم. اما مفهوم دیگه که در اقتصاد رفاه ما در برایش صحبت میکنیم دولت رفاه هستش در اکثر کشورهای دنیا تأمین بهبود رفاه عمومی جامعه وظیفه دولت و نظام حاکم هستش در هر دولتی این تأمین رفاه به عهده در واقع نظام حاکم هست نکته که وجود داره این هستش که این نقش رفاهی از دهه 1970 میلادی که یک بحران شکل گرفت به خاطر اینکه دولت ها با کسری بودجه مواجه شدن کم شد دولت ها کمتر دونستن اون قول ها و بعده هایی که داده بودن رو در زمانی که حکومت رو تصدی داشتن و مسئولیت رو به عهده داشتن ایفا بکنن اما وقتی صحبت از دولت رفاه میشه توجه به کشور ایران هم مهم هست اینکه در ایران به چه ترتیبه و در کدام بخشها به رفاه پرداخته میشه رفاه در ایران مانند تمام کشورهای دیگه مسئولیتش با دولتی هستش که رأی آورده و هیئت وزیران انتخاب کرده بر اساس اصول متعدد قانون اساسی وظیفه داره که رفاه رو برای مردم ایران ایجاد بکنه از جمله مواردی که در متن قانون اساسی بهش اشاره شده میتونیم تأمین نیازهای اساسی رو نام ببریم که در بند یک اصل 43 به صورت واضح گفته شده که برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه نیاز هستش که یک سری ضوابطی دولت بهش پایبند باشه که اولین ضابطه که هستش همین تأمین نیازهای اساسی هستش که مسکن خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش پرورش و امکانات لازم از جمله اونها هستش. مورد بعدی آموزش پرورش رایگانه. بند دو اصل سوم قانون اساسی به این موضوع اشاره میکنه و مورد بعدی تامین اجتماعی و بازنشستگی هست که طبق اصل 29 قانون اساسی دولت مکلف شده که وظیفه بازنشستگی از کار افتادگی بی و بیمه هایی که حمایت میکنه از همه افرادی که این موارد رو نیاز داشته باشن تامین بکنه و این وظیفه و حمایت های مالی به عهده دولت هست طبق اصل 29 قانون اساسی خب لازمه که بدونیم که ما رفاه رو چطور مورد بررسی قرار میدیم و اقتصاد رفاه چه نقشی داره در کل اقتصاد و اقتصاد خود چطور میتونه تفسیر خوبی از اقتصاد رفاه داشته باشه اقتصاد رفاه اون بخشی از علم اقتصاده که به شکل درسی در مباحث دانشگاهی قرار گرفته که بیاد رفاه کل یک جامعه رو اندازه گیری کنه برای هر جا صحبت از اقتصاد رفاه شد اون بخش محاسباتی منظورمون هست که میخوایم به وسیله اون رفاه رو اندازه بگیریم رفاه کل جامعه رو اما روش اندازه گیرون به چه ترتیبه؟ با از تحلیل های اقتصاد خورد و در اقتصاد خورد ما چطور تحلیل می کردیم و از چه تکنیک های استفاده می کردیم ما در اقتصاد خورد می اقدامات و سیاست گذاری های اقتصادی رو پیش از اقدام و بعد از اقدام بررسی می کنیم مقایسه می کنیم ببینیم که قبل از این که ما یک سیاست گذاری اقتصادی داشته باشیم رفاه جامعه در چه سطحی بوده بعد از این که اون اقدام و اون تصمیم اقتصادی سیاسی گرفته شده رفاه جامعه به چه سطحی تغییر پیدا کرده با استفاده از این تکنیک میایم رفاه جامعه رو مورد مقایسه و اندازه‌گیری قرار میدیم بنابراین نقش اقتصاد رفاه اندازه‌گیری رفاه کل هستش که با تکنیک های اقتصاد قرد انجام میشه در این درس درباره اضافه رفاه مصرف کننده و همچنین اضافه رفاه تولید کننده صحبت خواهیم کرد اینکه واژه اضافه یا مازاد در اقتصاد به چه معنی هستش و این مازاد اقتصادی رو روی نمودارها چطور نشون میدیم و همچنین اضافه رفاه مصرف کننده رو چطور روی نمودار نشون میدیم اضافه رفاه تولید کننده رو چطور و به چه نحو مشخص میکنیم و مجموع اضافه رفاه مصرف کننده و تولید کننده رو در حالت تعادل بازار با همدیگه بررسی خواهیم کرد مفهوم مازاد اقتصادی به کرات در مقادیر مختلف اقتصادی تکرار میشه هر جا که یک نموداری باشه و عرض و تقاضایی رسم شده باشه میتونیم مازاد اقتصادی رو هم استخراج کنیم در اینجا محور عمودی قیمت هست و محور افقی مقدار هستش اگر نمودار ارزه رو هم که با حرف اس نمایش داده شده از پایین به بالا با شیب سودی رسم کنیم و بعد از اون نمودار تقاضا رو هم که با حرف دی مشخص شده به شکل نزولی از بالا به پایین رسم کنیم تقاطع اینها یک نقطه تعادلی شکل میگیره که با قیمت P و مقدار q هستش اون بخش هایی که افرادی که تقاضای کالا دارند در قیمت های مختلف بالاتر از قیمت تعادلی ما بهش میگیم مازاد مصرف کننده ببینید افراد روی این تابه تقاضا در قیمت های بالایی حاضرن که کالا رو خرید بکنن اما قیمت تعادلی خیلی پایین تر از چیزی هستش که در این نمودار مشاهده میکنیم بنابراین این منطقه رو بهش میگیم مازاد مصرف کننده حالا اگر بخوایم به عبارت دیگه مفهوم مازاد مصرف کننده رو برای شما روشن بکنیم تفاوت اون قیمتی هستش که مصرف کننده برای مبلغی واقعا پرداخته که اون مبلغ پی هست با مبلغی که مایل بوده به پردازه که اون مبلغ بالاتر از پیه تا زمانی که مبلغی که مایل بوده به پردازه بالاتر از مبلغی باشه که واقعا می این مازاد مصرف کننده وجود داره به طور روی نمودار نشون میدیم به محدودی که بین نمودار تقاضا و قیمت باشه به این مسلس آبی رنگ مازاد مصرف کننده گفته میشه به این بعدم. اما مازاد تولید کننده هم به همین ترتیب یک نمودار عرضه و تقاضا رو رسم کنیم. روی محور عمودی ما قیمت رو داریم روی محور افقی ما مقدار رو داریم نمودار عرضه رسم میشه نمودار تقاضا رسم میشه و به تب تقاطع اونها که نقطه تعادلی هست در قیمت پی و مقدار کیو سفر نقطه تعادل بازار رو ما داریم جاهایی که تولید کننده حاضر بوده با قیمت کمتری کالای تولید شده خودش رو عرضه بکنه نسبت به قیمتی که واقعا عرضه کرده تمام این جاها میشه مازاد تولید کننده بنابراین تفاوت میان درآمد کل و ارزش محصول برای تولید کننده است ارزش محصولش شاید حاضر بود که با مقدار کمتری عرضه بکنه اما تمام این نمودار قرمز رو اومد بالا و در یک قیمت تعادلی که بالاتر از قیمتهایی بود که حاضر بود با اون قیمت عرضه بکنه کالای خودش رو کالای خودش رو فروخت به این فاصله توی نمودار مساحت بین خط قیمت تعادلی و منحنی عرضه مازاد تولید کننده گفته میشه اما اگه بخوایم رفاه رو در تعادل رقابتی هم مورد بررسی قرار بدیم باز دوباره نمودار قیمت و مقدار رو رسم میکنیم منحنی عرضه رو روی اون قرار میدیم منحنی تقاضا رو روی اون قرار میدیم و نقطه تعادلی رو در اون مشخص میکنیم مشاهده خواهیم کرد که مصرف کنندگان از خرید محصول یک سود خالص دریافت میکنند به چه میزان به این میزان فاصله بین قیمت تعادلی و مبلغی که حاضر بودن به پردازن این بخش رو ما بهش میگیم مازاد مصرف کننده به خاطرشی وقتی میخوایم این مازاد مصرف کننده رو تفسیر بکنیم میگیم به طور مثال یه فردی در این نقطه مقدار QD حاضر بوده کالا بخره ولی این QD رو میخواست تو عدد 9 بخره اما اینجا چون عرض و تقاضا با هم تقاطع نداشته قیمت اومده پایینتر و همون فرد حالا تونسته در قیمت پایینتر تر پنج مقدار بیشتری از اون کالا رو سفارش بده برای یک سود خالصی رو در این محدوده مسلس آبی رنگ برای مصرف کننده ما خواهیم داشت که عنوان اون رو گذاشتیم مازاد رفاه مصرف کننده به طور مقابل تولید کننده ها هم از فروش محصول خودشون یه سود خالص دارن چون حاضر بودن در قیمت های پایینی کالای خودشون رو به عرضه برسونن اما در قیمت تعادلی بالاتر از اون چیزی که حاضر بودن قیمت شکل گرفته برای من این محدوده سبز رنگ رو ما مازاد تولید کننده میدونیم اگر بخوایم به طور دقیق و مشکافانه هم بررسی بکنیم میتونیم یک نگاه افقی به نمودار داشته باشیم به این ترتیب که ببینیم در قیمت سه ارزه کننده حاضر بوده مقدار QS را ارزه بکنه اما وقتی به نقطه تعادلی رسیده تونسته همین مقدار QS رو یعنی همون مقدار کالا رو دست به مقدار کالاش نزده در قیمت بالاتر ارزه بکنه به جای قیمت 3 در قیمت 5 ارزه بکنه بنابراین این فاصله مثلث سبز رنگ و ما بهش مازاد تولید کننده میکنیم و در نهایت اگر ما بخوایم رفاه کل اقتصاد رو رفاه کل مصرف کننده و تولید کننده رو در زمان تعادل بازار مورد بررسی و اندازهگیری قرار بدیم میتونیم یک بار نمودار رو رسم بکنیم نمودار ارزه نمودار تقاضا نقطه تعادلی و کل مثلث قیمت تعادلی تا فاصلش تا نمودار تقاضا میشه مازاد مصرف کننده و فاصله قیمت تا نمودار عرضه میشه مازاد تولیدکننده کننده جمع اینها منطقه آبی رنگ میشه مجموع مازاد مصرف کننده و مازاد تولید کننده در اختصار در حالتی که مداخله و نارسایی بازار ما نداشته باشیم و بازار متعادل باشه این نقطه تعادلی شکل بگیره رفاه کل در چنین حالتی برابر میشه با مجموعه مازاد مصرف کننده و تولید کننده که مقدارش رو روی نمودار هم مشخص کردیم. در این درس قصد داریم درباره رفاه اجتماعی و ساختار بازار صحبت بکنیم. بازار نارسایی هایی داره که باعث میشه تغییراتی در رفاه کل ایجاد بشه. تک تک متغیرها و سیاست هایی مثل مالیات، تعیین حداقل دستمزد و موارد این چنینی رو تاثیرش روی رفاه اجتماعی بررسی خواهیم کرد. به عنوان مقدمه باید این نکته ارز بشه که نارسایی ساختار بازار دلیل هایی داره از جمله اینکه ممکنه منابع در بازارها به شکل توضیح ناکارآمدی شکل گرفته باشه و دولت میاد وارد میشه تا بخشی از این توضیح ناکارآمد رو اصلاح بکنه ناخواسته همین دخالت دولت در ساختار بازارها این نارسایی ساختار بازار رو تشدید میکنه و باعث میشه که اثرات رفاهی تغییراتی درش ایجاد بشه این اثرات رفاهی و تغییراتش میتونه با توجه به کششی که هر کدوم از تغییرات قیمت دارن متفاوت باشه برای بررسی رفاه مفاهیمی وجود داره که ما پیش از اینکه متغیرها و تغییرات اونها رو بررسی بکنیم لازمه که با این مفاهیم یا آشنایی کلی داشته باشیم. اولین متغیری که بسیار مهم هستش اثرات رفاهی هست یا ولفر افکس که ما تغییرات اثرات رفاهی رو با مازاد مصرف کننده و مازاد تولید کننده اندازه گیریم می کنیم. یعنی نگاه می کنیم که هر سیاست گذاری مازاد مصرف کننده رو چقدر تغییر میده؟ مازاد تولید کننده رو چقدر تغییر میده؟ آیا یکی رو کم میکنه و دیگری رو زیاد میکنه یا از هر دو کم میکنه در مجموع خالص این اثرات رفاهی چطور خواهد بود و الاستیسیتی یا کشش متغیری که میزان واکنش به تغییرات رو نشون میده یکی دیگه از اون مفاهیمی هستش که رفاه رو میتونیم در اقتصاد خورد مورد بررسی قرار بدیم با استفاده از میزان کشش و واکنشی که نسبت به تغییرات قیمت داره. اما اولین سیاستی که ما مورد بررسی قرار میدیم اثرات رفایی هستش که یک تعیین سقف قیمت روی مازاد مصرف کننده و مازاد تولید کننده میذاره اگر ما نمودار قیمت و مقدار رو داشته باشیم و عرضه و تقاضا رو روش رسم کنیم یک نقطه تعادلی داریم که از تقاطع نمودار عرضه و تقاضا به وجود اومده که ما با پیسف و کیو مشخص کردیم حالا یک سیاست گذاری شکل گرفته که میگه که قیمت نباید پیسف 0 باشه میاد میگه حد اکثر سقف قیمت میتونه به اندازه پی ماکس باشه که این پی ماکس پایین تر از پی تعادلیه مثل کالاهایی که اعلام میشه که شما نباید به این قیمت بفروشید حالا به هر دلیلی که حمایت کنن از مصرف کننده یا هر چیز دیگه ای میخوایم ببینیم که واقعا این حمایت در بررسی های اقتصاد خرد حمایت محسوب میشه و به مصرف کننده مازاد میده یا خیر خب زمانی که ما قیمت سقف مشخص میکنیم نقطه ای که به تعادل میرسیم رو تغییر دادیم از مقدار کیو سفر حالا مقدار کیو 1 عرضه خواهد شد بنابراین یک تغییراتی در میزان محدوده های مازاد مصرف کننده و مازاد تولید کننده خواهیم داشت اولین تغییری که به وجود میاد این هستش که وقتی در حالت تعادل بودیم در پی 0 کیو صف، کننده روی نمودار در واقع ساپلای یا عرضه مقدار کیو 0 رو تولید میکرد اما حالا که میبینه قیمت اومده پایین تر مقدار کیو 1 رو تولید میکنه در نتیجه مصرف کنندگانی که کالا رو میخرن درسته یک سری از مصرف کنندگان سود میکنن چه کسانی کسانی که قبلا با پی صفر الان با پی ماکس می‌خرن با یه قیمت کمتر می‌خرن به اندازه ای این محدوده مستطیل شکل محدوده الف چون با قیمت کمتری می گیرن این میشه مازادی که علاوه بر اون چیز مثلث بالایی که داشتن حالا این الف هم بهشون اضافه شد ولی نکته اینجاست که این الف از تولید کننده به مصرف کننده منتقل شده اما یک سری از مصرف کننده ها به خاطر اینکه حالا کالای کمتری تولید میشه کاهش عرضه داریم از Q0 به Q1 قبلا ببینید به این اندازه کالا تولید میشد از نقطه 0 تا Q0 الان عرضه کننده فقط تا Q1 عرضه میکنه بنابراین ما تمام مشتریانی که از Q1 تا Q0 بود رو از دست دادیم و اینها متضرر میشن چون اصلا کالایی نیستش که بخوان خرید بکنن محدوده B میزانی هستش که از مازاد مصرف کننده کس شد و متضرر شد. زیان رفایی که توید کننده ها در مجموع دارن مقدار الف هست به خاطر اینکه این مقدار رو حالا با قیمت کمتری میفروشن کالای خودشون رو و یه مسلس هم اینجا ازشون کسر میشه به خاطر اینکه اصلا اینجا دیگه کالایی رو عرضه نمیکنن که بخوان بفروشن بنابراین محدوده جیم و الف از تولید کننده کسب شده مد ب از مصرف کننده کسب شده و تنها محدوده الف هستش که از تولید کننده به مازاد مصرف کننده تغییر کرده بنابراین زیان رفاه خالص کل جامعه محدوده ب و جیم هست که نشون میده که این سیاست اقتصادی تاثیرات منفی روی رفاه کل گذاشته سیاست بعدی که میخوایم مورد بررسی قرار بدیم این هستش که اگر یک کف قیمتی تعیین بشه یه سری کالا هستش که دولت تعیین میکنه که میگه نباید پایین تر از این قیمت عرضه بشه یعنی قیمت رو از قیمت تعادلی بالاتر میبره ببینیم که این تغییر چه تاثیر روی رفاه مصرف کننده و رفاه تولید کننده میذاره نمودار قیمت و مقدار رو داریم ارزو و تقاضا روش قرار میدیم نقطه تعادلی ما نقطه هستش که از تقاطع ارز و تقاضا به وجود اومده در قیمت پی 0 و مقدار کیو 0 دولت یک سیاستی قرار داده که میگه شما کف قیمتی که میتونید کالای خودتون رو بفروشید و تقاضا کنند متقاضیان کالا محدوده پی مینیموم هست که قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی هستش چه تغییراتی در این صورت اتفاق میفته خب ما اتفاقی که میفته بسیاری از متقاضیان کالا حالا دیگه نمیتونن این کالا رو بخرن چون با قیمت بالاتری داره عرضه میشه و ما مقدار Q0 متقاضی رو به مقدار Q1 متقاضی کاهش دادیم و محصول کمتری مورد تقاضا قرار میگیره از طرف ارزه کننده حاضر تا مقدار Q2 هم در این قیمت عرضه بکنه ولی متقاضی بسیار کمی داره تغییرات که ایجاد میشه محدوده الف محدوده ای هستش که مازاد مصرف کننده ضرر کرده و کسب شده و این محدوده الف حالا به تولید کننده ها منتقل شده حالا از نظر خالص تغییرات اگر حساب کنیم محدوده الف ای که بین مازاد مصرف کننده و تولید کننده جابجا جا شده اما محدوده بی از مازاد مصرف کننده کم شده به خاطر اینکه توی این قیمت اصلا معامله انجام نمیشه و مقدار کالا کسب شده در این زیان خالص هست که نه به مصرف کننده رسیده نه به تولید کننده محدوده جیم هم زیان خالص تولید کننده هست که از محدوده مازاد تولید کنندهش کس شده و در نتیجه ما در این سیاست قیمتی محدوده های ب و جیم رو خالص زیانی هستش که داریم و روی رفاه جامعه اثر منفی گذاشته و رفاه رو کم کرد. پس با توجه به بررسی که در اقتصاد خورد داشتیم از این سیاست قیمتی میتونیم اینطوری بگیم که زمانی که یک کف قیمتی تعیین بشه کف قیمتی که بالاتر از قیمت تعادلیه یعنی بگیم شما حق ندارید که پایینتر از این قیمت بفروشید کالاتون پایین تر از این قیمت کالاتون رو عرضه بکنید زیان رفاه از دست رفته کل جامعه برابر محدودهای ب و جیم خواهد شد و ما زیان خالص رفاه داریم یکی دیگه از سیاست های اقتصادی که تأثیر میذاره در مازاد مصرف کننده و مازاد تولید کننده و اثر اقتصادی بسیار مهمی در اقتصاد داره تعیین حداقل دستمزد که در خیلی از اقتصادها مرسوم دولت ها میان برای اینکه از حقوق کارگران دفاع کنن از حقوق نیروهای کار دفاع کنن یک دستمزدی رو به عنوان حداقل در نظر می گیرن حالا ما اینجا نمودار دستمزد و تعداد نیروی کار رو داریم که این نمودار در حالت طبیعی خودش یک ساختار عرضه و تقاضا داره و یک نقطه تعادلی داره در محدوده W0 دستمزد تعادلی و L0 تعداد نیروی کاری که در این دستمزد حاضر به کار هستند اما وقتی یه حداقل دستمزدی تعیین میشه و گفته میشه که شما به عنوان یک کارفرما باید در این محدوده دستمزد پرداخت کنید مثلا محدوده بالاتر از دستمزدی که متعادل هست نتیجه اون بیکاریه حالا این بیکاری رو ما چطور میتونیم روی نمودارهای اقتصاد خرد و تاثیر اون رو در اقتصاد رفاه ببینیم به این شکل تصور کنید یه دبلیو مینیمم دستمزد حداقلی دولت تعیین میکنه به کارفرماها میگه شما نباید به اندازه W0 دستمزد بدید بلکه باید مقدار بیشتری بدید کف دستمزدی که باید بدید این عدده خب در اینجا شما میبینید که متقاضیان کمتری وجود دارند که میتونن کار به دست بیارن و عده زیادی اصلا شغلشون رو از دست میدن و شغلی ندارن که حالا بخوان با این دستمزد به دست بیارن اتفاقی که میفته در وهله اول این هستش که خب یه عده از اون کسانی که شغلی دارند و سر کار میمونن خب دستمزد بالاتری میگیرن به اندازه W مینیموم منهای W0 تعدادی هستن که افرادی که سر کار هستن و شغلی به دست آوردن سود میکنن و این مازاد رفای هستش که به در واقع نیروهای کار میرسه نکته اینجاست که تعداد نیروهای کار کمتر شده از L0 به L1 تعداد L1 نیروی کار به اندازه فاصله W مینیموم منهای W سف حالا رفاهشون اضافه شده. اما در این حالت به اندازه فاصله L2 تا L1 بیکاری ایجاد میشه. یعنی کارفرماهایی که حاضر نیستند با این دستمزد تقاضای نیروی کار داشته باشن و نیروی کاری که خودش رو عرضه میکنه تعداد خیلی قابل توجهی هم عرضه میشه حاضرن با این دستموز کار بکنن اما کاری برای اونها وجود نداره محدوده الف همین مستطیلی که عرض کردم سود نیروهای کاری هستش که یه شغلی پیدا کردن یا با این دستموزها ها سر کارشون باقی میمونن حالا دستموز بیشتری میگیرن اما زیان رفاه کل جامعه این محدوده مسلس کوچیک و پایین اون هست چون نسبت به حالت تعادل محدوده ب و محدوده جیم دیگه شغل ها از دست رفته و مقداریش رو عرض کننده های نیروی کار از دست دادن مقدار بالایی رو و مقدار پایینی رو متقاضیان نیروی کار دچار زیان شدن محده به و جیم زیان خالص رفاه کل جامعه هستش وقتی که ما یک حداقل دستموز تعیین بکنیم یکی دیگه از سیاست های اقتصادی مالیات هست مالیات روی اکثر کالاها وجود داره که ما میخوایم این رو هم از نظر اثرات رفاهی مورد بررسی قرار بدیم دوباره نمودار قیمت و مقدار رو رسم کنیم عرض و تقاضا رو روی اون رسم کنیم و میدونیم که نقطه تعادل از تقاطع نمودار عرض و تقاضا در نقطه پی 0 و کیو 0 شکل میگیره اما یک مالیات که از تولید کننده و از مصرف کننده هر دو گرفته میشه به مقدار Q0 منهای Q1 کالای ارزش شده و مورد تقاضا قرار گرفته در بازار رو کم میکنه قیمت رو برای مصرف کننده ها متقاضیان بالاتر میبره بهایی که خریداران میپردازن حالا به اندازه P B هست و بهایی که تولید کننده ها دریافت میکنن به اندازه P S هست به خاطر اینکه بخشی از پولی که دریافت میکنن رو به عنوان مالیات به دولت میپردازن. فاصله پی بی تا پی اس آتومن باشه یا هر مقدار دیگه ای مالیاتی هستش که دولت به دست میاره و نتیجه این سیاست به این ترتیبه که محدودهای الف و به زیان خریداران هست کسانی که داشتن این کالا رو با قیمت کمتری با قیمت پی سفر میخریدن حالا باید به اندازه محدوده الف و ب, ب به عنوان مالیات مبلغ بیشتری رو بپردازن محدوده های جیم و دال این مثلث کوچیک و این محدوده مستطیل دال محدوده‌ای هستش که فروشنده ها زیان میکنن به خاطر اینکه داشتن کالای خودشون رو با قیمت پی سفر میفروختن اما حالا بهای کمتری بابت کالاشون دریافت میکنن محدوده ب و جیم زیان خالص رفاه هستش که در این جامعه به طور کلی از بین رفته محدوده علف و دال جایی هستش که مالیات به دولت رسیده در واقع محدوده الف بار مالیاتی خریداران هست محدوده دال بار مالیاتی فروشندگان هست سود دولت بابت درآمد مالیاتی این دوتا مستطیله و این زیان از دست رفته ای که از تولید کننده و مصرف کننده در بخش الف و دال کسب شده به دولت میرسه اما در بخش ب و به خاطر اینکه کالای کمتری در بازار مورد معامله قرار گرفته گفتیم از کیو به کیو یک تغییر کرده و دیگه این محدوده ها اصلا معامله ای نمیشه که بخواد قیمتی دریافت بشه مبلغی پرداخت بشه و مالیاتی داده بشه بنابراین محدوده ب و زیان خالص جامعه هستش رفاه کل از دست رفته ما محدوده ب و هست به خاطر اینکه کالای کمتری در اقتصاد مورد داد و ستد قرار میگیره با سیاست مالیات روی کالا در این بخش درباره غذای رفاه میخوام یک توضیحی رو بدیم و توصیف کنیم که قضیه بنیادی اول رفاه و قضیه بنیادی دوم رفاه به چه مسئله ای اشاره میکنه قضیه بنیادی رفاه در شکل کلاسیکش به دو تا قضیه بنیادی تقسیم میشه. قضیه بنیادی اول رفاه رو بهش بهینه اول هم میگن که بنگر یک رابطه تعادلی با بهینه پارتو که توضیح خواهیم داد بهینه پارتو چی هستش نشون میده که ما به یک شرایطی میرسیم که رفاه بین مصرف کننده و تولید کننده به یک حالت تعادلی و باثبات میل خواهد کرد قضیه بنیادی دوم رفاه که به بهینه دوم مشهور هستش اشاره میکنه که نه تنها ما این رابطه تعادلی رو به دست میاریم بلکه بین چند تا نقطه تعادلی میتونیم بهینه اون بهینه ها رو پیدا بکنیم به شرطی که اون نقطه بهینه بهینه, بهینه ها به توضیح درآمد هم توجه کرده و نه تنها مازاد مصرف کننده و تولید کننده به شکل خوبی به تعادل رسیده بلکه اون نقطه برگزیده نقطه‌ای هستش که به توضیح بین این جابجایی هم توجه خاص کرده اون نقطه نقطه بهینه دوم هستش و مسئله که به اون اشاره میکنه قضیه بنیادی دوم رفاه هست اما بهینگی پارتو چه چیزی هستش و مفهومش به چه ترتیب میتونیم توصیف کنیم آقای ویلفرد و پارتو اولین بار اومد این مسئله رو بیان کرد که ما یک نقطه بهینه داریم و از این رو اون نقطه بهینه رو بهینه پارتو با داشتن اما اون نقطه چه نقطه من با یک مثال سعی میکنم که بهینه پارتو رو توضیح بدم شما تصور کنید که معلم یک کلاسی هستیم که دانش آموزان با قد مختلف در اون کلاس حضور دارن برخی دورتر از تخته هستن برخی نزدیک تخته کلاس هستن برخی چشمشون ضعیف هست و برخی چشم قوی دارن و نکته اینجاست که بعضی از این افراد و دانش آموزان قد کوتاهی دارن بخشون قد بلند ده. شما باید جوری تنظیم بکنید دانش آموزان رو و بچینید که کسانی که چشمشون ضعیف هستش و قدشون کوتاه هست جلوی جلو باشن کسانی که حالا چشمشون ضعیف و قدشون بلنده در زاویه ای باشن که قد بلندشون مانع کاهش دید افراد پشت سری نشه و در نهایت کسانی که قدشون بلنده و دید خوبی دارن در انتهای کلاس باشن اینقدر باید این ترکیب رو باهاش تنظیم داشته باشید و حالتهای مختلفش رو در نظر بگیرید تا به این نقطه تعادلی برسید جایی که هیچ کدوم از دانش آموزان رو نتونید جاشون رو عوض کنید در حالتی که اگر بتونید جاشون رو عوض کنید و جای بهتری بهش بدید جای کسی دیگه بدتر نشه اگر به این نقطه رسیدین که مجبور باشید یکی و جاشون رو جاشو عوض بکنید درسته که این فرد مثلا اول رو جاش عوض میکنید جاش بهتر میشه اما نفر دومی که جاش عوض شده حالا احساس بدتری داره نسبت به قبل پس این نشون میده که نقطه قبلی نقطه بهینه ای بوده حالا اگر بخوایم تعریف پارتو رو بگیم میگه وقتی منابع و محصولاتتون تخصیص پیدا کردن به بخشهای مختلفی توضیح شدن به یه حالتی برسید که نتونید با تخصیص مجدد وضعیت حداقل یه نفر رو بهتر کنید بدون اینکه وضعیت دیگری بدتر بشه این حالت رو میگیم بهینه پرتو یعنی میتونید یه نفر رو حالش رو بهتر کنید و ولی این شرطش اینه که حال یه نفر دیگه بدتر بشه بنابراین ما که این کار رو انجام نمیدیم تو حالت تعادلی قبل میمونیم این وضعیت میشه بهینه پارتو حالا در اقتصاد رفاه هم به همین ترتیبه ما باید به اون نقطه‌ای برسیم که دیگه وقتی منابعمون توضیح شده و تخصیص پیدا کرده نتونیم وضعیت حداقل یه نفر رو بهبود بدیم بدون اینکه وضعیت دیگری بدتر بشه قضایای رفاه رو میتونیم با این توصیف توضیح کامل تری بدیم که قضیه اول رفاه اشاره داره که تو بازار رقابت آزاد این توضیح کارآمد پارتوی شکل میگیره حالا یه سری فروز مشخص مگه داشته باشیم این توضیح کارآمد خیلی راحتتر شکل میگیره و از منطق تئوری دست نامری آدم اسمید استفاده میکنه به این ترتیب که شما آدم اسمیت هم میگه که مکانیزم عرض و تقاضا توسط دست نامرئی مشخص میشه آقای پارتو هم به این نکته اشاره داره اگر فروز مشخص بازار رقابت آزاد رو ما داشته باشیم یه توضیح کارآمد پارتویی هم شکل میگیره که این قضیه اول رفاه و توضیح کاملی بهش میده و قضیه دوم رفاه میگه که هر نتیجه بهینه پارتو اگر یه سری فروز مشخص بیشتری داشته باشیم قابل دستیابیه یعنی ما میتونیم به نتایج بهینه پارتو بهتری هم برسیم اگر فروز مشخص و بیشتری داشته باشیم که بهش بپردازیم و در نهایت اینکه قضیه دوم رفاه داره به یک نوع توضیح خاص ثروت اشاره میکنه به یک حالت خاصی که برای دستیابی به یک بهینه پارتو در نظر گرفته شده اون حالت خاص خب فروز مشخص بیشتری رو هم شامل میشه در این درس قصد داریم که تابع رفاه اجتماعی رو تعریف کنیم و بگیم که تابعی از چه متغیرهایی هستش و انواعش رو کمی در موردش صحبت بکنیم. تابع رفاه اجتماعی تابعی از مطلوبیت افراد جامعه است. اگر تک تک افراد جامعه رو ازشون بپرسیم که چه مطلوبیتی و چه حس رضایتمندی و سودمندی از رفاهتون دارید به ما بگید اگر بتونیم اینها رو حالا جمع بزنیم یا جمع بزنیم تقسیم بر تعدادشون بکنیم یا حداقل مطلوبیتی که این افراد دارن رو محاسبه بکنیم و ما یک تابع رفاه اجتماعی داریم کل جامعه رو اومدیم یه تابع رفاه ازشون گرفتیم بنابراین حالا این تابع رفاهی که خودش از مطلوبیت افراد جامعه نشأت میگیره خود این مطلوبیت هم معمولاً در اقتصاد خرد اینطور بیان میکنیم که مطلوبیت هر فردی تابعی از مصرفش یعنی نگاه میکنیم من چقدر مصرف دارم همونطوری به خودش حس رضایت میده و بنابراین میتونیم بگیم که W که تابع رفاه اجتماعی باشه اگر با W نشون بدیم این W حالا در یک جامعه که دو تا فرد در اون هستن برگرفته شده از مطلوبیت فرد A و مطلوبیت فرد B بنابراین تابه رفاه اجتماعی تابعیه که تحت تاثیر مطلوبیت افراد مطلوبیت یا احساس سودمندی هر فردی تابعی از مصرفشه و طبیعتا مصرف هم تابعی از میزانی که درآمد داره افراد اونقدر که درآمد داشته باشن مصرف میکنن و هر شرط که معمولا مصرفشون بالاتر میره از کالاهایی که حالا لوکستر هستن احساس بهتری بهشون میده حس مطلوبیت بیشتری دارن و وقتی در یک جامعه افرادی باشن که است مطلوبیت بیشتری دارن تا به اجتماعی اون جامعه بالاتر خواهد بود و در مقادیر بالاتری قرار میگیره اما تا به اجتماعی انواع مختلفی داره که افراد اومدن روش تفسیرهای متفاوتی زدن محاسباتی که میتونه هر کدومش درست باشه ما به چند نمونهش اشاره خواهیم کرد یک حالتش اینه که شما بگی که تا به اجتماعی تنها تابعیه که از متغیرهای مطلوبیت افراد افراد از شماره اول تا شماره اینو تبعیت میکنه بدون اینکه که بگی که جمع این هاست یا مینیمومشه یا تقسیم بر تعدادش حالت دوم این هستش که بگیم تابع رفاه اجتماعی مینیموم مطلوبیت افراد هست افرادی که در یک جامعه هستن از فرد شماره یک تا فرد شماره ان همه رو بررسی میکنیم میبینیم که حداقل اینها چقدر هستش اون میشه رفاه اجتماعی میگیم که رفاه این جامعه در این سطح به خاطر اینکه یه سری افرادی هستن که در این سطح مطلوبیت دارن حالت سوم حالتیه که بگیم تا به رفاه اجتماعی تشکیل شده از جمع مطلوبیت تک تک افراد اون جامعه U1 به اضافه U2 به اضافه U3 تا UN که نفر آخر باشه مطلوبیت تمام افراد جامعه رو با هم جمع میزنیم و یک تابع رفاه اجتماعی خواهیم داشت و در نهایت نوع دیگه ای از تابع رفاه اجتماعی هستش که به هر فردی با توجه به مسئولیتی که داره یک وزنی میدیم آلفا یک در یو یک به اضافه آلفا دو در یو دو تا آلفا ان در یو ان و در واقع این یک جمع با وزن حسابی میتونه باشه که به ارزش مسئولیتی که هر فرد داره یه وزن خاصی بدیم و بگیم تابع رفاه اجتماعی این کشور مثلا تحت تأثیر این اعداد به این عدد و به این نتیجه ختم میشه این چهار نوع تفسیری هستش که در مورد تابع رفاه اجتماعی و اندازه‌گیری اون در اقتصاد خرد بیان شده یه سری توابع رفاه اجتماعی حدی داریم که گروههایی از اقتصاددان ها و مکاتبی از اقتصاددان ها بهش اشاره کردن که ما به دو مورد از اون اشاره خواهیم کرد اول توابع رفاه مطلوب گرایان هست مطلوب گرایان برای اینکه جمع بزنن رفاه جامعه رو میان میگن که یک انوم زیگما یو آی U I از آی 1 تا ان تمام مطلوبیت های افراد جامعه رو جمع میزنن یو یک به اضافه یو دو به اضافه یو سه تا یو ان و همه اینها رو تقسیم بر تعداد افراد میکنن این هم یه میانگین گرفتن هست از رفاه کل جامعه که شاید نسبت به چارت تابعی که در اسلاید قبل گفتیم محاسبه حالا جالب تری باشه و عدد دقیق تری رو به ما بده از میانگین کل جامعه که رفاهش در چه محدوده ای قرار داره و دومین تابعی که در تابع رفاه اجتماعی حدی بررسی میکنیم تابع رفاه اجتماعی هستش که رافت زین بهش اشاره کردن در این تابع جمع رفاه جامعه از مینیموم یو ای, ای ها به دست میاد و در واقع ما میایم تمام مطلوبیت افراد از شماره یک تا شماره ان جامعه رو مورد بررسی و اندازه قرار میدیم و مینیموم اون رو به عنوان رفاه اون جامعه لحاظ میکنیم این هم یه تابع رفاه حدی هست یعنی یه سمت جامعه رو مینیمومش رو در نظر گرفته به عنوان اینکه بیانگر رفاه اجتماعی اون جامعه باشه